کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با حضور چند کارشناس نفوذ ایران در عراق و همچنین کمپ اشرف در آن کشور را بررسی می‌کنند. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسته، این جلسه رو دنبال می‌کنی؟ این جلسه ظاهراً همچنان هم ادامه داره. مطالب اصلی که تا اینجای کار در جلسه مطرح شده چی بوده؟ این جلسه که ساعتی پیش شروع شد، در آغازش اجازه بدین ابتدا بگم کارشناسان حاضر در این جلسه جیمز جونز، مشاور پیشین امنیت ملی دولت آقای اوباما و سناتور پیشین جوزف لیبرمن و همینطور سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا وزلی مارتین که فرمانده پایگاه عملیاتی اشرف بوده در این جلسه حضور دارند. جان مکین رئیس کمیته گفت که در سالهای اخیر ساکنان کمپ اشرف قربانی محدودیت‌ها و آزار و همینطور حملات موشکی و یورش خشونتبار شدند و اضافه کرد که بیشتر این حملات از سوی شبه نظامیان رادیکال عراقی و همینطور عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. آقای مکین گفت در این مورد مسئله ارزش‌های انسانی در ارتباط با کمپ اشرف مطرح است. ما از هر دیدگاهی به سازمان مجاهدین خلق که در کمپ اشرف ساکن بودند بنگریم، با ملاک‌های اعتبار انسانی در اینجا روبرو هستیم که باید رعایت شود. دولت و مسئولان نظامی آمریکا برای حفاظت از هزاران تن ساکنان کمپ اشرف تعهدی کردند که سلاح‌های خود را در ازای دریافت حفاظت از سوی آمریکا تحویل دادند. جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا اضافه کرد که از انتقال و اسکان ساکنان کمپ اشرف در کشورهای دیگه حمایت کرد و اضافه کرد که مشکل کمپ اشرف تنها بخش کوچکی از مشکلی هست که آمریکا در منطقه با آن روبرو هست و اون نفوذ و نیات منفی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. مشکل نفوذ رو به افزایش ایران در منطقه تا حدی به دلیل عدم استراتژی مؤثر آمریکا در مقابله با این نفوذ است. رژیم ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن و بحرین و دیگر نقاط گروه‌های ستیزه‌جو را آموزش داده و مسلح می‌کند و در برخی موارد در کنار آنها برای بی‌ثبات‌سازی متحدان آمریکا می‌جنگند. آقای مکین به گزارش‌ها در مورد حضور نیروهای ایران در سوریه اشاره کرد و اون رو به منظور تقویت ائتلاف ضد آمریکایی تهران، حزب الله، سوریه و نیروهای روسیه توصیف کرد. سناتور پیشین لیبرمن و همینطور جیم جونز، مشاور پیشین دولت آقای اوباما، هم در این جلسه از تعهد آمریکا برای حفاظت از ساکنان اشرف صحبت کردند و روی اون تاکید داشتند.